هفته گذشته هنرمند خوب کشورمون رضا رشیدپور عزیز، مجری رادیو تلویزیون و بازیگر و به هر حال هنرمند خوبمون، یک بیانیه‌ای رو در صفحه فیسبوکش منتشر کرده، نه خطاب به یعنی طرفدارانش، در واقع خطاب به عموی مرتضی پاشایی. بعد خدمتتون عرض بکنم که گفته عمو، یعنی گفته عمو جان، به نام خدا عمو جان، مثلا شروع کرد و من حالا به مطلب کنم واسهتون توضیح میدم چی شده. رضا رشیدپور یک مستندی رو داشته در رابطه با مرحوم مرتضی پاشایی میساخته، خیلی هم خانواده این مرحوم و نزدیکانش کمکش کردن، عکس در اختیارش گذاشتن، فیلم در اختیارش گذاشتن، خاطرات مختلفی رو باهاش در واقع تقسیم کردن و توی این برنامه مستند ابراز کردن و صحبت کردن راجبش. ولی از قرار مثل که چند شب پیش از لحاظ متنی که به انتشار رسیده بود در صفحه، عمو جان زنگ زده که یا اومده پلوش، گفته که رضا جان بیا بیخیال این کار شو. گفته چرا؟ گفته چون یکی دیگه داره این همون مستندو مثل که با همون اسم میسازه، فقط فرقش اینه که اون میخواد بفروشه این مستند رو، شما میخوای مجانی مثلا در اختیار مردم قرار بدی. بیشور خدمتتون عرض بکنم که حالا من این نکته مالیش هم کاری ندارم، چون میدونی که مثلا به کار کسی کاری ندارم. اما کسی که در واقع داره این کار انجام میده برای من خیلی جالبه، کسی که در واقع در تمامی صحنه های هنری و غیر هنری و اصلا کلا هر صحنه ای که باشه تو کشور، هر جای کشور، فرق نمیکنه سیستان و بلوچستان باشه، مثلا ارومیه، شمال کشور، جنوب کشور، شرق، هر جا که باشه، مثل زبل خان در واقع حضور داره. سید جواد هاشمی هست در واقع که ایشالله که موفق باشه، ولی کارگردان و تهیه کننده این مستند هم ایشون هستن و ایشون ید طولایی در ساختن مستندهای مختلف دارن، از جمله مستند شلوارک پوشان برزیل. اون قضیه شلوارک پوشانه به من اصلا، یعنی هنوز برای من سواله که چرا شلوارک پوشیدن مثلا 6 تا نره خر سیبیل کلوف، که البته همشون هم عزیز دل من هستن، هنرمندان خوبمون هستن، من اصلا لحاظ دیگه ای دارم این قضیه رو اشاره میکنم، باید اینقدر مسئله پیچیده ای باشه؟ چرا اینقدر باید بزرگ بشه؟ کسی رو با شلوارک ندیده بودیم تا حالا؟ بعد هنرمندان حالا به کنار، مثلا رفته بودن برزیل گرم مسابقات جام جهانی فوتبال، بعد خود فوتبالیستا شلوارک پاشونه. نمیدونم میدونید یا نه، اطلاع دار شلوارک پاشون میکنن. و اینی که میدونن باهاش مثلا در توپ مثلا چیز میکنن، این شلوارکه. بعد والیبالیستا مثلا شلوارکه، مثلا بسکت شلوارکه، یعنی چیز عجیب، شلوارک چیز عجیبی نیست. تو مثلا این مرجی هستش، نمیدونم، یه صدای خیلی خاصی هم داره، دلنشین و روح نوازه، همون که این ماجرای شلوارک پوش ها، کاروان شلوارک پوش ها، اون کاروان شلوارک پوش ها، اینا رفتن برزیل شلوارکی شدن، میرفتن آمریکا چی میشدن؟ این قضیه شلوارک پوشیدن اینا خیلی قضیه گنده ای شده و کلا کارگر بعد اصلا ویدیوهای مختلف دیگه، نمیدونم خود مستند به کنار، بعد پشت صحنه هاش اومده، پشت صحنه ها خیلی عجیب و غریبه، بشقاب میشکونن سر و کله هم دیگه، گیس هم دیگه رو میکنن دیگه، نمیدونم چی، خیلی هم خوب و طبیعی. اگر دارم فیلم بازی میکنن که خیلی خوب، ای کاش سریال ها رو اینجوری خوب بازی کنن، ولی اگرم طبیعی نیست که خب خیلی جالبه. متشکرم، چون دیروز شما به احترام حتی شلوارک پوشیدی اومدی. عکس از من هیچ کس تو اینستاگرام هیچ جا نذاره، منو ادیت کنی از من عکس نگیری. یه خواهشی بکنیم دیگه، ما از اون فیلم نگیریم. اگر هزینه‌شو پرداخت، آقا یه چیزی مسئولیت تو بود، آقا یه چیزی رو گوش کنید، یه چیزی رو گوش کنید، آبروی من، یه چیزی رو گوش کنید، لباس من رو تک تک ماها، همین رو سه وایسا داره اعصاب بچه‌ها خورد میشه. آقا حالا من نمیدونم اصلا هیچ کدومشون نمیدونم، ولی مهم اینه که سید جواد هاشمی نقش بسزایی در ساخت این مستند زیبا و مفهومی داشت. حالا الان قراره که این مستند مرتضی جان رو هم دوباره ایشون بسازن و به شبکه سینمای خانگی، یا همون شبکه سینمای خانگی در واقع اسمش، به همونجا ارائه بکنن برای فروش. و رضا جان از این قضیه ناراحت شده بود که من این همه زحمت کشیدم و این همه تلاش کردم و هدفی هم نداشتم جز در واقع هدف خیر،
و حالا برای چی روی شبکه‌های مختلف اجتماعی اعلام کردید که نمیدونم این کار غیرقانونیه و غیرقانونی؟ مهم اونش نیست، ایشالله که مشکل این دوستان حل بشه، چون من نمیتونم حلش بکنم براتون، از عهده من خارجه. فقط من یه نکته‌ای توی ذهنم شکل گرفت در رابطه با استفاده با استفاده از در واقع جمله بندی رو در رابطه با استفاده از فیسبوک. فیسبوک اون اول مارک زاکربرگ که در واقع تصمیم گرفت بسازتش، هدفش دوستیابی بود، ارتباط بود، زیبایی بود، این اینا بود. بعد کلا یه فن پیج هم بهش اضافه کردن برای باز دوباره همون ارتباط، دوستی بین یک هنرمند یا یک چهره شناخته شده و طرفداران و مخاطبینش. ما کلا این مفهوم ابلهانه رو گذاشتیم برای همون خارجی زبون نفهم عربی شده و برای ما در واقع محل همون دعواهامون هست، دعواهای خیابانی، مالی، کاری، عشقی. یعنی ما قبلا مثلا دعوا که می‌کردیم مثلا تو خیابون، میدونم شما نکردیم، ما که می‌کردیم مثلا تو مثلا خیابون دعوامون میشد، اونجا که کتککاری اگه می‌کردم لو لوردم می‌کرده بودم، بدو بدو میومدیم تو محل، به محوطه محل که میرسیدیم میدیدیم مثلا اون بر دارن فوتبال بازی میکنن، اون بر دارن نون میخرن، این بر دارن کافی کن، یه لفظ سلام میرفت چی میگفتی؟ من نمیخواستی بزنی؟ بچه ها میخواست منو بزنه؟ مثلا بچه ها اون وقت میریختن کی؟ کجا؟ چی بوده؟ و اینا دیگه مثلا قضیه رو یه جوری یا فیصله میدادیم یا یه جنگ گلادیاتورها رو توی محله داشتیم و بالاخره حل. الان قضیه رفت تو فیسبوک، طرف پای تلفن، آره چیکار کنم؟ پولو نمیدی؟ باش خودت. میاد پای فیسبوک، آقای عزیز شما که پول من رو نمیدی، چرا توی فیسبوک؟ توی فیسبوک که محل انجام دادن این کارها نیست که، قربون تو فیسبوک محل ارتباط برقرار کردن، ما تمام لاتبازیامونو همون تو فیسبوک میام در میاریم. تو یشه به من گفته بودی همون کارا رو پای تلفن انجام بدین. بعد کارای مثلا ارتباط با مثلا کاری دارید میخواهید پرومودش بکنید، میخواهید تبلیغش بکنید، اثر هنری دارین، صحبتی دارین، متنی دارین، نوشته‌ای دارین، عکسی دارین، اونا رو بذارید تقسیمش کنید با طرفدارانتون.